بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دکتر سبای گرامی، امیدوارم خوب خوش صحت و سلامت باشه انشالله. درس امروز ما شما تومورهای معده، تومورهای معده به اشکال سلیم و خبیث دیده شده. البته قابل یادآوریه که فیصدی زیاد تومورهای خبیث تشکیل میده و میده نسبت به تومورهای سلیم. از نظر تصنیف هم تومورها به دو قسمت مطالعه میشه، تومورهای سلیم و تومورهای خبیث. تومورهای سلیم به انواع مختلف تقسیم شده، تومورهایی که منشأ اپیتلیال دارن، ادینوما، که اینا میتونن متعدد باشن و یا واحد، مثل گاستریک پولیپوزیس یا موجودات پولیپ ها به معده. تومورهای نسج منظم مثل تومور استرومال معده مائی، تومورهای وعایی مانند هیمانجیوما. اینا سه نوع تومورهای سلیم معده بود که گفتیم وقتا نسبت به تومورهای خبیث کمتره. تومورهای خبیث، تومورهای خبیث معده یکی به دو نوع تقسیم شده، یکی تومورهای ابتدایی، یکی تومورهای ثانوی یا تومورهایی که متاستاتیک هست. تومورهای ابتدایی شامل ادینوکارسینوما، تومور استرومال معده مائی، لیمفوما و مرض هوچکین. تومورهای ثانوی شامل تومورهایی میشه که از سایر اعشا، از مخصوصا اعشای مجاور مثل پانکراس و کولون میتاستاز داده باشه به معده. ابتدا تومور استرومال معده مائی، این تومورها غیر معموله، به سابق فکر میشد که منشأ عصبی یا عضلی دارن، ولی فعلا ثابت شده که اینا از حجرات بین الخلالی یا انترستیشیال سل کارسینوما که به نام پسکمیکر طرق معده مائی هم یاد میشه. این تومورها میتونن سلیم باشن یا خبیث باشن، به معده زیادتر دیده میشن و به امعای رقیقه هم وقت از این نادر نمی باشه، یعنی به سر تا سر تیپ عظمی به هر ناحیه میتونن که تواضع داشته باشن. قابل یادآوریه که زمانی که این تومورها منظره نسج عصبی داشته باشن به نام تومور عصبی اتونومیک معده مائی یاد میشن، ولی تومورهای دیگه که زیادتر مشابهت به از حجرات عضلی ملسا دارن، اینا همینایی هم که به سابق فکر میشد که لیومیوما باشن. ابتدای تومورها به شکل تومورهای بسیار کوچکی از طبقه عضلی شروع میکنن به رشد و از جدار امعا به طرف بیرون، به طرف خارج، ولی به علت خرابی اروا و مختل شدن اروا از اینا، اینا ساختمان کیستیکر به خود میگیرن که بعدن باز میشه به داخل سیستم هضمی و همینه که علائم خونریزی سیستم هضمی ظاهر میشه از اینا، که اینا یا با نزف معده مائی و یا با لوحه انسداد ظاهر میشن. گاهی هم این تومورها با درد غیر وصفی بطن پیش مریض ظاهر میشن، یعنی مریض مراجعه میکنه برای به لوحه درد غیر وصفی بطن، وقتی ما شما معاینات رو تکمیل بکنیم به صورت تصادفی این تومورها تشخیص میشن. اسباب مرض به صورت دقیق معلوم نشده و در اکتداد واقعی اینا همراه با نیوروفیبروماتوز ظاهر میشن. نیوروفیبروماتوز یک آفت ارثیه که تظاهرات جلدی هم داره و تظاهرات معده مائی هم داره که بعدن ما شما به تصویر میبینیم. بیشتر بعد از سنین 40 سالگی ظاهر میشه، به هر دو جنس به صورت مساویانه دیده میشه و سبب آفت هم میرتشن به سیکیت جنه. اینجا ما شما به تصویر دکتر سبا نیوروفیبروماتوز رو مشاهده میکنیم، به این تصویر تظاهرات جلدی نیوروفیبروماتوز مشاهده میشه و به این تصویر دیگه ما شما تومورهای متعدد رو به امعا مشاهده میکنیم که به سر تا سر سیستم هضمی ممکنه که وجود داشته باشه. این تصویر بعدی هم ما شما به این ترتیب تظاهرات مرض رو به سیستم هضمی مشاهده میکنیم و تظاهرات جلدی مرض هم به جلد صدر و هم به جلد وجه مریض. و این تصویر از تومور استرومال معده مائی که موقعیت داره به سیستم هضمی و مخصوصا به معده مشاهده میکنیم. معایناتی که به تشخیص از این تومورها کمک میکنه،
به معنی اندوسکوپی ما شما تومور رو به شکل یک پولی به تحت المخاطی که سطح از او تقرح کرده باشه دیده میتونیم. سی تی اسکن موجودت تومور رو برای ما شما تشخیص میکنه، واضح تر نشان میده. اندوسکوپیک اولتراساوند، اندوسکوپیک اولتراساوند به منظور تثبیت طبیعت پولیپ و منشأ دقیق از او از جدار طبقه عضلی معده استفاده میشه. یعنی اولتراساوند اندوسکوپیک فوق‌العاده موثره. بحث دیگه پوزیترون ایمیژن توموگرافی یا پی ای تی، این به منظور تشخیص و تعیین استیجینگ تومور نشان داده میشه. این چیه که ما شما به درس‌های قبلی هم یادآوری کردیم که مواد رادیو اکتیو از طریق وریدی به مریض زرق میشه. اینا موادی هستند که اشعه الکترومغناطیسی گاما را از خود پخش میکنن با وسیله کامپیوتر و مانیتورهای مشخصی و کامراهای مخصوصی. ما شما تجمع از اینا و عبور از اینا از انساج مختلفه مشاهده میکنید. یعنی از نظر فیزیولوژی وظایف اعضای مختلفه را میتونیم با اینا ارزیابی کنیم و تجمع از اینا به نواحی مختلفه. اینا هم برای تشخیص تومورهای استرومال معده‌مایی کمک کننده. وقتی تومور دریافت شد برای تشخیص قطعی و نهایی بیوپسی و معاینات پاتولوژیک کمک کننده است. وقتی خود تداوی آفت، تداوی از این جراحی است. جراحی هم به قسمی که ویج اکسیژن یا ویج ریزیکشن تومور انجام میشه و یا ای که با تومورهایی که بزرگتر باشن گاسترکتومی یا دودونکتومی. قبل از عملیات و بعد از عملیات برسه تا 6 ماه قبل و یا ای که بعد از عملیات میتونیم که ما با ایماتینیب که یک دوای انتاگونیست تایروزین کینازه، از این میتونیم به شکل شیموترپی استفاده کنیم. این هم جسامت تومور رو کوچکتر میکنه و هم اروای تومور رو کم میکنه، مختل میکنه که برای عملیات جراحی فوق‌العاده کمک کننده است. به این تصویر دو شیما، یکی ای به ای از ویج اکسیژن یا ویج ریزیکشن که بیشتر به تدوی نام بردیم همین های ویج اکسیژن یا ویج ریزیکشن. اینجا هم گاسترکتومی، از این قسمت میده ساحه جدا شده، برداشته شده و به شکل میده کوچک شده، یا به این قسمت قسمت اضافی میده محل تومور کامل برداشته شده، یک راهی برای تخلیه از میری آماده، میده بسیار کوچک و دودینون راه پیدا کرده. گاسترکتومی، انواع گاسترکتومی های دیگر هم شما تصویر های مشاهده کنیم. عملیات بلوت یک، بلوت دو، عملیات روکسن وای تصویر های شما قبلا دیدیم و بنا آشنا هستیم. از تومور هایی که زیادتر معمول به معده داخل سبا کارسینوما آف استومک یا کارسینومای معده یک کرسپت بده که تومور ها چون زیادتر معموله همین ما شما مطالعه میکنیم. وقت از این 10 بر 100,000 به انگلستان دیده شده و پنجمین آفت کانسری یا خبیثه کشنده در انگلستانه. به اروپا وقت از این در حال کاهشه و به تعقیب، یعنی بعد از کانسر ریه، سدیه، پروستات و کلورکتال ای قرار داره. به ژاپن وقت از این بیشتر دیده شده از نظر اپیدمیولوژی، به هر سن ممکنه که دیده شد بیشتر به 50 تا 70 سالگی. از نظر اسباب، اسباب از این یعنی فاکتورهای خطر از این به 3 قسمت مطالعه میشه. یکی فاکتورهای مساعد کننده، فاکتورهای محیطی و فاکتورهای ژنتیکی. حالا فاکتورهای مساعد کننده، انیمیای خبیث، برنشی از انیمیا و اتروفیک گاسترایتیس که به هر دو از این حالت اکلورهیدریا وجود داره. تاریخچه ریزکشن معده، وقوعات مرض 2 تا 3 برابر بیشتر میکنه. یعنی پیش مریضایی که گاسترکتومی شدن وقوعات از 2 تا 3 برابر بیشتر دیده شده. قرحه مزمن پیپتیک به 1% وقایع باعث کانسر معده میشه، یعنی وقوعات از کم ناچیزه. و پولیپ های معدوی میتونه که پریکانسروز باشه. قسم گفتیم پولیپ های معدوی میتونه که پریکانسروز باشه. اینجا تصویر از پولیپ های معدویر ما شما مشاهده میکنم و هم به قسمت و هم به این تصویر.
حالا فاکتورهای محیطی. به درجه اول اچ پایلوری. کسایی که اچ پایلوری دارن 6 تا 9 مرتبه بیشتر مساوی کانسر معده میشن و کمتر از 1% از اینا مساوی کانسر اثنی‌عشر میشن. یعنی با خود کانسر اثنی‌عشر به تعقیب اچ پایلوری بسیار پایینه نسبت به کانسر معده. پایین بودن حالت اقتصادی و اجتماعی، اعتیاد به سیگارت، ملیت و نژاد. به ژاپنی ها آفت بیشتر دیده شده که یعنی بیشتر مربوط به اچ پایلوری میشه، چنانچه در مهاجرین ژاپنی به امریکا واقعات از این کمتر دیده شده نسبت به خود ژاپنی ها. فاکتورهای ژنتیکی، یکی پیش کسایی که گروه خون A دارن واقعات از این زیاد دیده شده و دیگه هم هریدیتوری نان پولیپوز کولون کانسر سندروم که اینجی یادآوری شده از اون. یعنی کولون کانسر ارسی غیر پولیپی، به این ترتیب چون ارسی وفات از این فامیلیاله ایره نسبت دادن به وفات به جزء وفات ژنتیکی که مربوط به از این میشه مطالعه میشه. از نظر منظره مکروسکوپیک یا گروس، یک سوم تومورها به صورت منتشر به معده دیده میشن و یک چهارم تومورهای دیگه به پیلور وجود میاد. اشکال مکروسکوپیک از این 5 تا مطالعه میشه. اول قرحه‌ای با کنارهای بلند و برجسته، دوم تومور پولیپوئید و سوم تومور کلوئید که یک نشونمای کتلوی جلاتینی داره. چهارم معده لیتر بوتل یا لیناتیس پلاستیکا که ما شما قبلا لیناتیس پلاستیکا رو توضیح دادیم که تومور به ناحیه کاردیای معده که با خونریزی همراهه که نتیجه ارتشاء تحت المخاطی توموره و عکس العمل لیفی. معده زخیم میشه، کش شده با یا بدون قرحات سطحیه، به از این لحاظ خون مخفی به این شکل وجود نداره. پنجم کارسینومایی که به شکل ثانوی بر یک قرحه معدوی وجود میاد، یعنی سبب کارسینوما فکر میشه که قرحه معدوی باشه، یا ای که ما شما قبلا یادآوری کردیم که قرحات مزمن ممکنه که به صورت جداگانه دو پاتولوژی جداگانه با هم یک جا وجود داشته باشه. به این تصویر اشکال سریری که بیشتر ما گفتیم از نظر مکروسکوپی دیده میشه نشان داده شده. این کولوئید کارسینوما به این قسمت که ما بیشتر یادآوری کردیم که با خونریزی همراه است، لیناتیس پلاستیکا، به اینجا پولیپا تومور پولیپوئید معده مشاهده میشه و اینجا لیتر بوتل، معده زخیم شده، ساختمان چرم مانند به خود گرفته و تشبیه کردم اون به این وسیله یا به این بوتل که به اصطلاح چرمی گفته میشه، لیتر بوتل، معده شباهت که پیدا کرده به این ساختمان. لطفا از نظر میکروسکوپیک همه این تومورها از نوع ادینوکارسینومایه که به درجات مختلف تفریق شدن. شکل لیتر بوتل که بیشتر ما شما تصویر از اون دیدیم از حجرات آناپلاستیک به صورت دستی جمعی که به محیط از اون نسج فیبروز قرار داره تشکیل شده، ولی وقتی ما میتونیم حکم کنیم حالت سومی که قرحه مزمن به خباثت تحول کرده که ما شما تخریب طبقه عضلی مشاهده کنیم و به هوفی از اون کارسینوما تأسیس کرده، یعنی تخریب طبقه عضلی همراه با کنارهای کارسینوما توکس. انتشار تومور، ابتدا انتشار موضعی. تومور از حدود قابل رویت تجاوز میکنه، یعنی ممکنه به مری یا قطعه اول اثنی‌عشر برسه. بعدا انتشار از این به اعضای مجاور مثل چی؟ پانکراس، جدار بطن، کولون، کبد، میزوکولون مستعرض که اینا به صورت مستقیم تومور به اینا نفوذ میکنه و ممکنه باعث فیستول های بشه، مثلا فیستول معده کولونی. انتشار لنفاوی، ابتدا عقلات لنفاوی انحنای کبیر و صغیر معده اکثرا اشغال میشه. در ناژ لنفاوی نهایت کاردیا یک حالت مشخص ظاهر میسازه که اینجا داوری میکنیم که باعث اشغال شدن عقدات لنفاوی منصف
و بعداً عقدات فوق الترقبی یا ورشوف میشه که یک علامت مشخص ازی ظاهر میشه که تصویر رما شما میبینید. این حالت عقدات لمفاوی نهیه رقبی که به نام ترویزیر ساین یاد میشه، به این تصویر هم نشان داده شده و به این تصویر. هر دو تصویر نشان دهنده ترویزیر ساین. و در نهای پیلور ممکن عقدات لمفاوی تحت پیلور و کبدی اشغال بشه. انتشار لمفاوی در انتشار دموی از طریق ورید باب به کبد، از کبد به عظام و به ریه میرسه. دیگه انتشار ترانسلومیک یا انتشار پریتوانی باعث اسایتس یا هوان میشه به داخل پریتوان و تومور کروکنبرگ یا دو طرفه اصاب غرص شدن تومور به هر دو تخمدان که از طریق پریتون به سره میرسه. یک شکل ازی به نام سیستر جوزیف نودول یاد میشه که هر دو تصویر از ما شما میتونیم که اینجا مشاهده کنیم. یکی این تومور کروکنبرگ که به هر دو تخمدان به صورت مشترک دیده شده و این هم نودول که به سره دیده میشه، سیستر جوزیف نودول. و تظاهرات سلری ابتدا اعراض موضعی، اول درد و نهی اپیگاستر وجود داره و در صورتی که به خلف انتشار کنه نشان دهنده متاستاز به پانکراس می باشه. استفراغ ممکنه پیش مریضا وجود داشته باشه که زیادتر به تومورهای نهی پیلور و آنتروم که باعث انسداد پیلور میشه. اگر توزیع تومور به نهی کاردیا باشه سبب عسرت بلع میشه، مریض دیسفاجیا داره و گاهی هم کارسینوم معده باعث خونریزی معده مایعی به شکل هماتوشیزیا و میلانومش. البته با معذرت هماتمیزیس و میلانا، یعنی استفراغ خوندار و مواد غایطه قیرمانند. دوم اعراض مربوط به میتاستاز، این مریضا ممکنه اولین بار به دکتر مراجعه کنن به علت زردی و یا از باعث بزرگ شدن بطن به علت موجودیت هوان که به خاطر متاستاز کبدی تومور به وجود میه. و دیگه سوم تظاهرات عمومی. تظاهرات عمومی شامل بی اشتهایی، سیاه وزن و کمخونیه که به تمام تومورها قابل مشاهده هست، به تمام آفات خبیثه البته. حالا با معاینه مریض چی دریافت های ما شما داره؟ معاینه فیزیکی هم مثل اعراض که بیشتر ما گفتیم، اعراض موضعی، اعراض مربوط به متاستاز و تظاهرات عمومی مربوط به همینا میشه. ابتدا به قسمت عروی بطن ما ممکنه که کپلر جذب کنیم با معاینه فیزیکی. اگر به جستجوی متاستاز بپردازیم ممکنه که دخامه کبد همراه با یرقان یا بدون یرقان و هبن و عقدات لنفوی نهیری سخت و بزرگ دریافت چه و همچنان عقدات لنفوی فوق الترقوی که ما شما پیشتر گفتیم به صورت بزرگ به طرف چپ دیده میشه که ترویزر ساین بود که تصویر هم مشاهده کنیم. با معاینه حوصله ممکنه یک کتله قابل جسی که پیشتر ما شما گفتیم که تومور ممکنه که به هر دو طرف هر دو تخمدان اشغال کنه که سیستر جوزیف نودولر بسازه به قسمت سره حالت دومی، هر کدام از اینا یا کروکنبرگ یا ای که سیستر جوزیف نودول، اینا قابل مشاهده با تفتیش بطن هم ما میتونیم که نودول سرفی مستقیما ببینیم. و چهارم پارانیوپلاستیک سندروم که ای باعث انیمی هیمولایتیک ممبرانوس گلومرولونفرایتیس دیسیمیناتید انتراواسکولر کواغولوکپاتی یا کواغولیشن یا دی آی سی مزمن که باعث ترومبوز و آیه میشه، یکی علامتی به نام تروزیو ساینر سبب میشه که اینجا شما به تصویر مشاهده میکنید به تقریب دی آی سی مزمن. به این تصویر هم مشاهده میشه، به این قسمت هم و به اینجا معاینات تشخیصیه. موجودات خون مخفی به مواد غایطه یعنی فیکل اوکولبلات مثبت یکی از علاماتی که به تشخیص کمک میکنه. گاستروسکوپی، به گاستروسکوپی
تومور رو به صورت مستقیم ما و شما مشاهده میکنیم و میتونیم که از او بیوپسی بگیریم. البته بیوپسی های متعدده، هر چه تعداد بیوپسی ها بیشتر باشه تشخیص برای ما و شما قطعی تر و واضح تر وضع میشه. اندوسکوپیک اولتراساند، اینجا ارتشا هم موضعی تومور و انتشار با قدرت لنفاوی مشاهده میکنیم. به سی تی سکن هم انتشار عقده تومور و میتاستاز رو مشخص میکنه و به مورد رزکشن معالجوی معده برای ما شما استدباباتی رو میگذاره و کمک میکنه. دیگه مقدار هموگلوبین 45% از مریضان انیمی یا کمخونی داره. دیگه استیجینگ لپاروسکوپی یک معنی فوق‌العاده با ارزشه که با این ما میتونیم تومورهای ابتدایی رو ارزیابی کنیم، تحرکیت تومور رو ببینیم، میتاستاز از به اعشای مجاور که ما بیشتر نام بردیم هر کدام رو به اونجا میتونیم که ببینیم که پانکراس بود، کولون بود، میزوکولون ترانسورس بود. اینها دیگه دریافت های میتاستاز های کوچک از زیر به پریتون و کبد که وسیله سی تی اسکن قابل تشخیص نبوده میتونیم با استیجینگ لپاروسکوپی مشاهده کنیم. بحث دیگه باریم میل که این معمولا کمتر استفاده میشه و در صورتی که استفاده بشه ما شما حالات متعدد به این مشاهده میکنیم. یکی خیال نقص امتلاع یا عدم پر شدن ناحیه از سبب تضیق غیر منظمی که به ناحیه کاردیا وجود میه یا به شکل لیتر بوتل که بیشتر ما شما تصویر از اون دیدیم که قسمت کاردیا متضیق شده بود به این تصویر. این تصویر لیتر بوتل این تشبیه کردن به این که این ناحیه متضیقه مثل از دید این ناحیه شدیدن متضیقه و نقص امتلاع وجود میه، یعنی که از باریم پر نمیشه که ما شما به تشخیص از اون استفاده کنیم. در این قرحه با حرفی برجسته به ارتشاه محیط از اون. جسامت آفت، قرحات با جسامت بیشتر از 2 سانتی متر مشکوک به خباثت هم، یعنی هر قرحه که بیشتر از 2 سانتی متر جسامت داشت ما باید شک کنیم به خباثت از اون. گرچه گفته شده که قرحات بسیار بزرگی مثلا به اندازه 5 سانتی متر دیده شده ولی قرحه سلیم بوده مخصوصا پیش اشخاص مسن. با وجود از این قرحات بیشتر از 2 سانتی متر باید مشکوک شیم به خبیث بودن از اون. اگر کارسینومای معده به وسیله پی پی آی و یا آخذه های انتاگونیست آخذه های H2 تداوی شه سبب از این میشه که اوزایما از این تنقیص بیافه و ما شما این یک قرحه سلیم تشخیص کنیم. این آفت باعث همی دو دوایی که ما شما قبلا هم برای تداوی قرحات پیپتیک یادآوری کردیم باعث از این میشه که اوزایمای اطراف نهایی از بین بره و ما شما این اشتباه کنیم اشتباها تشخیص قرحه سلیم ارسالت بگذاریم. تشخیص تفریقی، تشخیص تفریقی از با 5 مرضی که با زردی لیموی رنگ کمخونی و زیاء و وزن همراه هست صورت میگیریم. مثلا کارسینومای معده، کارسینومای سیکوم، کارسینومای پانکراس، انیمیای خبیث یا پرنشس انیمیا و یوریمیا. به هر کدام از این حالات ممکنه که زردی لیموی رنگ و کمخونی و زیاء و وزن مشاهده شد و مهمترین تشخیص تفریقیزی با قرحات سلیمه که وقت ما به جریان عملیات حتی این تشخیص کردن نمیتونیم. تشخیص تفریقیزی مشکله با قرحات سلیم و بهترین تشخیص معاینات میکروسکوپیک معاینات پاتولوژی از نو فلورسنس سیکشن وضع میکنه که معیار خوبیه برای فلان تداوی بعدی. وقتی مشکوک بودیم به قرحات قرحه سلیم و قرحه خبیث باید که گسترکتومی یا رزکشن معده انجام بشه. عملیات ها قبلا شما تصویر های رو دیدیم و یادآوری شد عملیات میتونه که به صورت پارشیال گسترکتومی باشه و یا توتال گسترکتومی که حال بعدا به تداوی یادآوری میکنیم. حالا تداوی شامل دو بخشه، یکی تداوی معالجوی و دیگه تداوی تسکین دهنده یا پالیاتیف. ابتدا به تداوی معالجوی پارشیال یا توتال گاستریکتومی مثل که پیشتر نام بردیم
همراه با رزکشن وسیع اقدرات لنفبی نظر به میتاستاز و نظر به انتشار از اقدرات لنفبی. البته هم مثل که قبلا هم یادآوری کردیم شیموتراپی هم قبل از عملیات و هم بعد از عملیات شامل تداوی جراحی هست. تداوی تسکین دهنده یا پالیاتیف به شکل پالیاتیف گاسترکتومی انجام میشه. اگر میتاستازهای کوچک به سایر نواحی موجود باشه به او صورت همین عملیات پالیاتیف گاسترکتومی انجام میشه. اگر آفات انسدادی غیر قابل برداشت باشه گاستروستومی، یعنی ناحیه انسدادی قابل برداشت نباشه به حالت خود از او گذاشته میشه و یک قسمت از جوجینوم میایه به معده وصل میشه به شکل گاسترو انتروستومی، یعنی گاسترو جوجینوستومی. معده به داخل جوجینوم را داده میشه و از اینکه از محل انسداد مواد عبور کرده نمیتونه. اما معمولا با واقعاتی که به این واقعات میشه که از استنت هم استفاده بشه و کارسینوم غیر قابل برداشت ناحیه کاردیا مخصوصا که سبب دیسفاجیا یا عسرت بلن میشه از استنت های پلاستیکی یا فلزی استفاده میشه. قابل یادآوریه که ما شما به اشکال پیشتر گفتیم که قبل از عملیات و بعد از عملیات به تداوی معالجوی شیموتراپی انجام میشه، اما به این حالت رادیوتراپی و شیموتراپی از ارزش خاص برخوردار نمی باشه. به این تصویر تطبیق استنتر ما شما میبینیم به نحوی انسدادی استنت گذاشته شده تا مواد از این قسمت داخل شد و از این قسمت از داخل استنت بیرون شد. اینجی هم آفت غیر قابل برداشت بوده به ناحیه انسداد هم داده بوده، از این قسمت غیر قابل ریزکشن بوده که یک لوپی از جوجینوم آوردن به این شکل به معده وصل کردن که راهی برای تخلیه معده انجام شده. از این قسمت هم از جوجینوم افرازات صفراوی و پانکراسی داخل جوجینوم میشه که بدن برای هضم غذا کمک کننده. به این تصویر هم استنت نشان داده شده، به این قسمت استنتی که تطبیق شده به ناحیه کاردیای معده. چیزی که قابل یادآوری هست به تومورها معمولا انذار یا عواقب مرضه. انذار از این مرض مربوط به درجه تفریق به انتشار تومور میشه. انتشار میکروسکوپیک تومور از چیزی که ما شما به زمان عملیات مشاهده میکنین ممکنه که بیشتر باشه. انتشار از این بقدرات لنفاوی نشان دهنده انذار خراب مرض میباشه. و بالاخره استیجینگ تومور. در استیج یک تومور محدود به جدار معده و در صورت رزیکشن 72% مریضا حیات 5 ساله دارن. به استیج 2 اشغال عقدات لنفاوی اطراف معدوی، یعنی تنها و اطراف معده عقدات لنفاوی درگیر شده. اینجا مریضا 32% حیات 5 ساله میتونن داشته باشن. به استیج 3 اشغال عقدات لنفاوی 3 سانتی متر دورتر از معده، این مریضا 10% حیات 5 ساله دارن. و به استیج 4 به سایر اعضا تومور انتشار کرده، میتاستاز داده و قبل از 5 سال مریضا خواهد بود. این بود لکچر امروزی شما دکتر سبا، خدا کنه قابل استفاده بوده باشه. اگر سوال چیزی بود من از کانال تلگرام به خدمت شما هستم. خیلی تشکر از توجه شما.